سلام عرض می کنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز و امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید. درخواستای زیادی داشتیم که تو این ماه انواع و اقسام شیرنی ها رو بهتون آموزش بدم. پیام های زیادی تو این اینستا بهم داده بودید که گز آردی، شیرنی اتریشی، پشمک یزد، شکلات شومیز، تافی و شیرنی های سنتی و شیرنی پفک گردی رو بهتون آموزش بدم. اگر عمری باشه میخوام اطاعت امر کنم و اینا رو آموزش بدم. همونطور که میدونید مواد اولیه در ایران بسیار گرون شده. مثلا این شکلات تخته‌ای رو من قبلا میخریدم 5000 تومن ولی الان خریدم 40000 تومن. به خاطر همین تصمیم گرفتم از ابتدای کار، یعنی اول شکلات تخته‌ای رو بهتون آموزش بدم که تو انواع کیک‌ها و شیرنی‌ها و همینطور شکلات‌ها بهش نیاز دارید. شما با 1/8 قیمت این میتونید در منزل تهیه کنید، هم خوشمزه تره، هم مطمئن تره و هم هزینه خیلی کمی میبره. ما برای شکلات تخته‌ای مواد خیلی کمی نیاز داریم: کره، پودر قند، کاکائو و شیر خشک. اگر میخواید کیفیت شکلات تخته‌ایتون عالی باشه و طعم خوبی داشته باشه، باید حتما پودر کاکائوتون کیفیت خوبی داشته باشه. من قبلا از پودر کاکائو برزیلی استفاده میکردم که متاسفانه الان خیلی کم شده. این پودر کاکائو ترکیه‌ایه، اینم بد نیست، میتونید به صورت باز یا بسته‌بندی تهیه کنید. به قالب‌های سیلیکونی نیاز داریم. این قالب‌ها در شکل‌های مختلفی توی بازار موجوده، به دلخواه هر کدومو که دوست داشتید تهیه کنید. با این قالب‌ها راحت‌تر میتونید شکلاتاتون رو درست کنید. مواد زیادی نداره. بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه شکلات تخته‌ای: کره 75 گرم. سعی کنید حتما از کره حیوانی استفاده کنید، به هیچ عنوان از کره گیاهی استفاده نکنید. پودر قند 75 گرم. هر چقدر که میزان کره بود به همون نسبت هم باید میزان پودر قندتون باشه. پودر کاکائو مرغوب 30 گرم. شیر خشک 25 گرم. ابتدا داخل یک قابلمه مقداری آب می‌ریزیم، روی حرارت قرار می‌دیم تا آب به جوش بیاد. کاکائو، پودر قند و شیر خشک رو داخل یک ظرف علک می‌کنیم. وقتی آب شروع به جوشیدن کرد، یه ظرف بلور یا استیل رو روی قابلمه قرار میدید. دقت کنید آب به هیچ عنوان با ظرف نباید در تماس باشه. تقریبا حدود 4 سانتی آب باید با ظرف مورد نظرمون فاصله داشته باشه. حرارت زیر قابلمه رو ملایم کنید و کره رو به ظرف مورد نظر منتقل کنید. همونطور که گفتم کره حتما باید کره حیوانی باشه و از کره گیاهی به هیچ عنوان تو درست کردن شکلات تخته‌ای استفاده نکنی. حالا اجازه میدیم تا کره ذوب بشه. به این روش میگن بنماری. وقتی کره ذوب شد، مواد خشکمون رو که با هم مخلوط کردیم داخل کره علک میکنیم. مواد رو به آرومی
مخلوط میکنیم. حرارت زیر قابلمه باید کاملا ملایم باشه. اطراف ظرف رو تمیز کنید. اگر دیدید شکلات خیلی سفته، میتونید یک مقدار دیگه کرم اضافه کنید. ولی همونطور که میبینید شکلات ما نیازی نداره. حدود 2 دقیقه که روی بخار کتری بمونه کافیه. اینم از غلظت شکلاتمونه. شکلاتمون آماده شد. میبرم بریزم داخل قالب. خب عزیزان، همونطور که گفتم از هر قالبی که دوست دارید میتونید برای شکلات تخته‌ایتون استفاده کنید. نیازی نیست قالب‌های سیلیکونی رو چرب کنید. هم میتونید شکلات رو داخل قیف بریزید و داخل قالب بریزید، یا هم مثل من میتونید از 2 تا قاشق استفاده کنید و به راحتی شکلات رو داخل قالب بریزید. نگران نباشید، بعدن میتونید روی قالب رو تمیز کنید. خود شکلات عطر خیلی خوبی داره و نیازی نداره وانیل اضافه کنید، ولی اگر دوست داشتید میتونید 1/4 قاشق چایخوری بهش وانیل هم اضافه کنید. بعد از اینکه قالب رو پر کردید 2-3 بار قالب رو به این شکل به سطح زمین بکوبید تا اگر هوایی داخل شکلات ها هست خارج بشه و با آرومی اضافه شکلات رو از روش بردارید. قالب رو حدود 3 تا 4 ساعت داخل یخچال یا حدود 1.5 ساعت داخل فریزر قرار میدیم تا شکلات سفت بشه. این شکلات تخته‌ای ما. اگر دیدید بقیه شکلات ها سفت شده، دوباره میتونید به همون روش بنماری شکلاتاتون رو نرم کنید و داخل قالب بریزید. میبرم بذارم داخل فریزر. عزیزانم، حدود 1 ساعت قالب و داخل فریزر قرار دادم. حالا به آرومی خیلی راحت خارج میشه. ببینید، نیازی به چرب کردن اینا هم نداره شکلات تخته‌ای ما. اگر خواستید برای پذیرایی استفاده کنید اینا رو، میتونید از این مرواریدای رنگی داخل شکلات ذوب شده بزنید و به این شکل وسط شکلات قرار بدید. نگهداری اینم هم میتونید داخل یخچال نگهداری کنید و هم میتونید داخل فویل بذارید. من یکیشو فویل پیچی کنم. به این شکل فولای نازک بگیرید و به هر ابعادی که دوست دارید برش بزنید و شکلات ها رو داخل فویل نگهداری کنید، البته داخل یخچال یا فریزر، و هر زمان که نیاز داشتید میتونید استفاده کنید. هم شکلات تخته‌ای ما آماده شد.
این شکلات به قدری خوشمزه است که من رژیم رو کنار گذاشتم و دو تاشو با چایی خوردم. جای شما واقعا خالی. اگر میخواید یک شکلات تختهی مرغوب و با کیفیت داشته باشید، حتما باید کیفیت پودر کاکائوتون خوب باشه. اگر میخواید این شکلات ها رو داخل فریزر نگهداری کنید، حتما شکلات ها رو به فویل بپیچید و داخل فریزر قرار بدید. و به همون روشی که درستش کردیم، یعنی به شکل بنماری، میتونید دوباره ذوبش کنید و داخل دسر، شیرنی و کیک استفاده کنید. دمای آبی که شکلات ها رو روش درست میکنیم به روش بنماری نباید از 40 درجه سانتیگراد بیشتر باشه و مطمئن باشید پودر قندتون حتما حل بشه. اگه پودر قند حل نشه، موقعی که میخواید میل کنید زیر دندون پودر قند رو حس میکنید. اگر خواستید به شکل شکلات صبحانه درست کنید، حتما یک قاشق غذاخوری خامه داخلش بریزید یا نصف استکان شیرم میتونید بهش اضافه کنید. دیگه این باعث میشه تا شکلاتاتون نبنده و حالت روون داشته باشه و برای صبحانه میتونید میل کنید. آموزش بعدیمونم شکلات شنیزه که خیلی خوشمزه و مناسب ایام عید شما عزیزانه. امیدوارم که این آموزشم مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه شما دوستای خوبمو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. دوستای خوبم، شکلات تخته‌ای ما آماده شد. من اونو با مرواریدای تزئینی تزئینش کردم. این شکلات ها رو باید حتما داخل فریزر یا یخچال نگهداری کنید.